چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم. نوشته زویا پیرزاد. قسمت 15. تالار اجتماعات مدرسه پر بود. روی دیوارها با فاصله‌های مشخص تاج‌های گلایول سفید زده بودند و نوارهای پهن سیاه. مادر به آلیس غر زد: گفتم دیر شده ها، حالا روز عزا سلمونی نمی رفتی آسمون به زمین نمی اومده. نینا را نشان مادر دادم که از ردیف دوم داشت اشاره می کرد برای ما جا نگه داشته. از لابلای صندلی ها و آدم ها گذشتیم و 10-20 بار گفتیم ببخشید 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 تا رسیدیم به نینا. آلیس نشسته ننشسته سرگردان دور تالار و شروع کرد به گزارش اینکه کی آمده و کی چی پوشیده. نینا برنامه مراسم را داد دستم و پرسید چرا دیر کردین؟ مادر گفت آلیس خانم رفته بود سلمونی، و باز غر زد روز عزا و سلمونی. نینا دم گوشم گفت شاید روز عزا بختش باز شه، خدا رو چه دیدیا؟ پقی خندید و دور بر را نگاه کرد. هرچند جز یه مش پیروپاتال کسی نیومده. بچه ها رو گذاشتی پیش آرتوش؟ نپرسید چرا آرتوش نیومده. گارنیک گیر داده بود که صوفی هم باید بیاد. صدایش را کلوفت کرد و ادای گارنیک را درآورد. بچه ها از الان باید بدونن چی به سر قومشون اومده. ولی نیم وجبی چنان علم شنگه را انداخت باباش کوتاه اومد. به بهانه اینکه صوفی تنها نماند ویولت رو هم نیاوردم. میومد چیکار؟ حوصله‌اش سر میرفت. راستش خودم هم اگه گارنیک مجری برنامه نبود نمیومدم. خب چه خبر ها؟ تا آمدم بگویم هیچ خبر، شروع کرد به سلام احوال پرسی با زنی که ردیف جلوی ما نشسته بود و شوهرش سخنران اول مراسم بود. برنامه را خواندم. سخنرانی روبرت درباره کشدار 24 آوریل، گزارش انجمن کلیسا و مدرسه در مورد ساخت بنای یادبود تنفس، خاطره ای از خاتون شاهد آن روزهای تلخ. چراغ‌های تالار خاموش شد و گارنیک آمد پشت بلنگو. خیر مقدم گفت و اولین سخنران را معرفی کرد. مادتیان سخنرانیش را شروع کرد. یاد 24 آوریل چند سال پیش افتادم و بحث تند آرتوش و مادتیان. اگه گارنیک نبود که با شوخی و خنده سر و ته قضیه رو هم بیاره، کار بالا میگیره. بعد از آن سال بارها با آرتوش گفته بودم این روز چه ربطی به اختلافات سیاسی داره؟ چه ربطی به دست چپی یا دست راستی بودن داره؟ این همه آدم کشته شده، ارمنی هم نباشی باید متاسف باشی و در مراسم شرکت کنی. و آرتوش هر بار جواب داده بود متاسف هستم ولی شرکت نمی کنم. به سخنرانی گوش می کردم و گوش نمی کردم. هر سال همان حرف ها را می شنیدیم. مقداری آمار، مشتی شعار و همین. نینا چند بار به من نگاه کرد و با چشم خانم مادتیان اشاره کرد و انگشت گذاشت روی لب. یعنی مجبور است ساکت باشد، چون حتما به زن بر می خورد کسی وسط سخنرانی شوهرش حرف بزند. خانم مادتیان چند بار برگشت به پشت سری ها نگاه کرد که حتما نمی دانستند سخنران شوهرش است و باید ساکت باشند. همه داشتند پچ پچ می کردند و با برنامه خودشان را باد می زدند. من هم خودم را باد زدم و سعی کردم یادم بیاید صبح به دوقلوها شربت هالی برانش دادم یا نه. یادم آمد دادم، چون غر زده بودند که پس آرمن چی؟ پس ما تا کی باید شربت بخوریم؟ پس اگه ما می خوریم که سرما نخوریم آرمن چی؟ آقای مادتیان با هیجان یادداشت های دستش را تکان داد و بعد از چند جمله طولانی سخنرانی را تمام کرد. همراه همه دست زدم. از صندلی های دوروبر چند نفری به خانم مادتیان تبریک گفتند و خانم مادتیان انگار خودش سخنرانی کرده باشد لبخند زد و تشکر کرد و چشمش که به من افتاد سر برگرداند. مادر داشت با زنی دو ردیف عقبتر سلام احوال پرسی میکرد. آلیس از جلوی مادر خم شد طرف من. حدس بزن کی اومده؟ خانم نوراللهی تای سالان نشسته. تا آمدم سر برگردانم گارنیک آمد روی صحنه و
شروع کرد به خواندن گزارش ساخت بنای یاد بود. یکی از دفعاتی که برای شلوغکاری آرمن به مدرسه احضار شده بودم، وازگن طرح بنای یاد بود را نشانم داده بود. مستطیل بزرگی بود از سنگ خاکستری. یک طرف کندکاری زنی با بچه‌ای روی دو دست و طرف دیگر تاریخ قتل عام. کارنیک گفت بنا در شرف اتمام است و سال آینده در حیاط مدرسه جلوی در کلیسا نصب خواهد شد. بعد از همه حضار برای کمک‌های مالی و معنوی تشکر کرد و 15 دقیقه تنفس اعلام کرد. مادر گفت توی تالار میماند تا با دوست ردیف پشتی که تازه از جلفا برگشته گپ بزند. نینا گفت میرود پشت صحنه ببیند گارنیک چه میکند و آلیس را هم با خودش برد. رفتم طرف یکی از چند در تالار که رو به حیاط مدرسه باز میشد. دم در خودم را کنار کشیدم و راه دادم به مردی که چند تا ساندویچ و پپسی دستش بود. گوشه اتاق دوروبر بوفه قلقله بود. با چند آشنا سلام و احوالپرسی کردم و مانیا را دیدم که داشت می آمد طرفم. مثل همیشه هول و هیجان زده بود و یقه بلوز سیاهش کج شده بود. سلام کردم و یقهش را صاف کردم و گفتم تاج گلها و روبانها خیلی قشنگن، حتما فکر تو بوده. چتری مو را از پیشانی عرق کرده پس زد. بازوبندای گروه انتظاماتو دیدی؟ البته که دیده بودم. شب قبل آرمن تلفن را برد اتاق خودش و در را قفل کرد و نیم ساعتی حرف زد. بعد آمد به آشپزخانه و به من و مادر که داشتیم سبزی پاک می کردیم اعلام کرد تصمیم گرفته در مراسم فردا جز گروه انتظامات باشد و برای اینکه جز گروه انتظامات باشد خانم مانیا گفته باید بازوبند سیاه ببندند. تا غر زدم که باز گذاشتی لحظه آخر، نصف شبی پارچه سیاه از کجا پیدا کنم؟ مادر بزرگ به داد نوه رسید. در صندوق‌های تاق و جفت مادرم چیزی که کم نبود پارچه سیاه بود. به مانیا گفتم همه چیز عالی شده، خسته نباشی. برنامه بعدی هم که حتما جشن آخر سال بچه هاست. جواب سلام کسی را داد و برگشت طرف من. آره، جشن آخر سال رو تو حیاط میگیریم. داریم صحنه نمایشی درست میکنیم. و ته حیاط را نشان داد که پر بود از آجر و تیر و تخته و دست گذاشت روی شانم که با قد کوتاه مانیا و شانه بلند من کار آسانی نبود. از فردا پس فردا تمرین ها رو شروع میکنیم. دستش را سر داد روی بازویم. فکر بکری برای دو قلوها کردم. وازگین شهر قشنگی پیدا کرده از یادم نیست کی. اسم شهر هست چهار فصل. فکر کردم بامزه میشه دو قلوها یک درمیون بشن چهار فصل و شعر رو بخونن. آرمینه بهار و پاییز، آرسینه تابستون و زمستون. اینجوری وقت میکنن برن پشت صحنه لباس عوض کنن و لباسا رو. جلوی یکی از درهای تالار چشمم افتاد به آرمن که با امیلی و دو پسر دبیرستانی حرف میزد. با شلوار سرمه‌ای و پیراهن سفید انگار مرد جوانی بود و نه پسرم. فکر کردم امیلی با پدرش آمده، نکند آلیس امیل سیمونیاد را ببیند. گفتم و لباسا رو حتما من باید بدوزم. دستش رو از روی بازویم برداشت، گرفت جلوی دهان و خندید. آره دیگه، برای همین دنبالت میگشتم. سخت نیست، 4 تا لباس ساده بلند با آستینای گشاد، فقط رنگا با هم فرق داشته باشه. مثلا بهار صورتی باشه، تابستون سبز، پاییز نارنجی، زمستون سفید. اون طرف عیار چشمم افتاد به امیل سیمونیان که با کشیش کلیسا و زنش حرف میزد. باز با خودم گفتم کاش آلیس این طرفا پیدایش نشود. بعد یادم اومد که خوشبختانه همدیگر را نمیشناسند. به مانیا گفتم بد نیست روی لباسا چیزایی بدوزیم که فصلها رو مشخص کنه. مثلا گل برای بهار، ساقه گندم برای پاییز. تل سر امیلی افتاد زمین. آرمن زودتر از دو پسر دیگر خم شد، تل را برداشت. امیل سیمونیان را توی جمعیت گم کردم. مانیا گفت چه فکر بکری، راستی وازگن ترجمه لرد کوچیک رو تموم کرده و حرفش را قطع کرد و خیره شد به پشت سرم. با این لبخند محو به چی نگاه میکرد؟ سر که برگرداندم امیل سیمونیان نگاهش را از مانیا گرفت و به من سلام کرد.
هر دو منتظر نگاهم کردند. به هم معرفیشان کردم و با هم دست دادند. مانیا یقه بلوزش را که صاف کرده بودم دوباره صاف کرد. گفتم داشته می گفتی ترجمه انگار از خواب پریده باشد. گفت چی؟ آهان آهان، ترجمه کتاب تموم شده، میدم بچه ها بیارن. لطفاً زود به خونو برگردون، خیال داریم تا قبل از جشن آخر سال چاپ کنی. امیل گفت از قرار مراسم را شما برگزار کردید، تبریک، خیلی جالب بود. مانیا سرخ شد و به یکی از بچه های انتظامات که صدایش میکرد گفت اومدم. بعد با سیمونیان دست داد و گفت از آشنایی با شما خوشحال شدم و رفت. تصور بیمورد من بود یا دستهایشان زیادی توی دست هم ماند. دوروبر را نگاه کردم. خوشبختانه از آلیس و مادر خبری نبود. امیل سیمونیان کت شلوار سفید پوشیده بود با راه‌های خیلی باریک آبی، کراوات سیاه زده بود. نگاهش به آدم‌های دوروبر بود که حرف می‌زدند و سیگار می‌کشیدند و ساندویچ و نوشابه می‌خوردند. گفت مادرش نیامده و خودش برای اینکه امیلی تنها نباشد آمده و البته کمی هم از سر کنجکاوی. دلم می‌خواست با ارمنیای آبادان آشنا شم. بعد چرخید طرفم. اگه همه خانمای اینجا مثل شما و خانم مانیا باشن، آبادان هیچ جای بدی نیست. از شوخی خودش خندید. ولی خودمونی ما، مراسم خسته کننده ای بود. گفت خیال دارد برگردد خانه و بعد بیاید دنبال امیلی. خوشحال شدم که می رود و برای اینکه مبادا برگردد و آلیس را ببیند اصرار کردم که امیلی رو ما می رسونیم. تشکر کرد، خداحافظی کرد و رفت.